همینان گرامی، در ارتباط با سالروز ارتحال خمینی یا درگذشت خمینی و همچنین سالروز 15 خرداد در رسانه های جمهوری اسلامی یا در سایت های گوناگون ضد رژیم انواع و اقسام برداشت ها و ارزیابی ها از خمینی، نام خمینی، تقدیس خمینی، نظامی که او به وجود آورد و اندیشه ها و ریشه های اندیشه او به چشم میخوره. در یکی از این تحلیل ها از جمله میخوانیم که همه نظام های مکتبی و ایدئولوژیک استبدادی تاریخ بنیانگذاران خود را تقدیس و به مراجعی خطا ناپذیر، همدان، فراتاریخی، نقد ناشدنی و خدش ناپذیر بدل کردند و مشروعیت پایه‌های نظری و ایدئولوژیک و بنیان‌های ساختاری خود را با مکتب آنها توجیه می‌کنند. در نظام‌های استبدادی مکتبی جانشینان خود را برحق‌ترین حافظان و مفسران مکتب بنیانگذار تلقی کرده و جناح‌های گوناگون برای بی‌اعتبار کردن یکدیگر در این نظام‌ها به اتهام انحراف، تحریف و تفسیر نادرست از مکتب و خط رهبری متوسل می‌شوند، چنانکه در جمهوری اسلامی. اجازه بدهید چند لحظه دیگر گفتگوی ما با آقای مهندس بهرام مشیری آغاز خواهد شد. جناب آقای مشیری، شب شما خوش. بر شما جناب مهدی گرامی، شب شما خوش. خسته نباشین. بفرستم به شما هموطنان گرامی و دوستان رادیو صدای ایران. متشکرم آقای مشیری عزیز. آقای مشیری جان قربا، حضورتون عرض کنم که لحظاتی پیش با یک هم‌میهن در درون مرز گفتگو می‌کردم. به من اطلاعی دادن، گفتند که به مناسبت روز، یعنی سال روز درگذشت آیت الله خمینی، بیش از چندین میلیون اس ام اس رد و بدل شده. بله. پیام های روی تلفن های همراه، و این پیام یا پیامک آنگونه که این هم‌میهن شنونده میگفتند اصلش چنین بوده. بخونم براتون؟ آره خواهش میکنم. ولیکن اینطور نباشد که ما ارتحال کنیم و شما کیف و حال. 5 روز تعطیل باشید، برید شمال دنبال عشق و حال. بعد امضا امام خمینی با زیرش هپی ارتحالی دی. این شنونده عزیز ما میگفتش که میگفت اگه واقعا رژیم بدونه کی این کار کرده تیربارانش میکنه. تمام تهران، تمام شهرستانها به گفته ایشون این پیام رو برای هم تعریف میکردند و از خنده رو دوبر میشدند. ولیکن اینطور نباشد که ما ارتحال کنیم و شما کیف و حال. 5 روز تعطیل باشید، برید شمال دنبال عشق و حال. بله. به این مناسبت ارتحال و شمال عشق و حال رو قافیه کرده، بسیار شیرین از اومده. بله، یک مقاله آقای مشیری سالها پیش من خوندم توی به نظرم هرالد تریبیون بود، اون موقع ما پاریس بودیم. بله. نوشته بود ایرانی ها با جوک بحران را از سر می گذرانند. بله. بله همینجوره. هر سبب که بله، ببینید این
همونطور که خودتون اشاره کردیم پیش از بمیون آوردن این مطلب، این رژیم های ایدئولوگ پیشوا مرکز، اینها همواره سعی بر این داشتن که یک چهرهی ابرمردانه از رهبر نشان بدهند. حالا این خاص خمینی و رژیم اون نیست، رژیم های دیگر هم چنین بودند. به عنوان مثال عرض میکنم استالین به وجهی شده بود که واقعا مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق به شکل خدا به استالین نگاه میکردند، و در یکی از این روزهایی که تولد او بود، این مهندسین روسی یک تصویری عظیم با نور ساخته بودند که همه پهنه فضای مسکو رو گرفته بود، تصویر استالین بود. وقتی به آسمان نگاه میکردند به جای خدا چهره استالین رو ببینند. درست شنای مشیر وسط صحبتتون دانه. همین اخیراً یک کمیهن ما هوادار استالین میگفت استالین چاره‌ای نداشت مگر اینکه این چند میلیون رو بکشه برای پیشرفت اتحاد شوروی. بله رو ببینید یعنی چه چاره‌ای نداشته است که رو بکشه. عجب حرفی واقعا، استدلال عجیبی. اگر استدلال ایشون در همین حد بوده واقعا چیز غریبی است. داستان مردم شوروی و روسیه سابق و اینها، روسیه امروز و شوروی سابق، عرض کنم برای آزادی بود، دموکراسی بود، در ابتدای قرن بود، حدود سال 1956 بود، گرفتاری ها و اینها، گرایش ها به سوی عرض کنم که جنبش های دموکراتیک بود، تا اینکه بلشویک ها آمدند و عرض شود که این داستان رو به اون سو کشانیدند. درست همون داستانی و همون بلایی که ملایان به روز انقلاب ایران آوردند، این بلشویک ها هم به روز مردم آزادی خواه روسیه در آوردند و مقاومت ها بسیار شد در مقابل اینها که داستانش خیلی مفصل هست. و بعد این کشتار فجیعی که استالین کرده است از مردم روسیه، و عرض کنم که در سطوح مختلف از دانشمندان، روشنفکران، عرض کنم که اون گروهی که کولاک ها می گفتن، اینها فقط در یک مورد 4-5 میلیون نفر گرسنگی تلف شدند، به جهت اینکه عرض کنم که این تصمیمات از مرکز گرفته می شد و کشاورزی ورشکست شده بود و داستان هاست. باری هیچ لزومی نداشته و من معنی حرف رو نمی فهمم، چاره ای نداشته که سنتدار رو بکشد یعنی چه. باری این داستان عرض می کردم که رهبر محوری که به وجود آوردن در ایران و عکس خمینی رو در ماه دیدن که بنده رو یادآوری میکنه داستان استالین و اینها، گمان میبردن که بله همچنین خواهد بود، اما خیلی زود مردم ایران دریافتند که چه کلاه بزرگی بر سرشان رفته. و عرض کنم که اون چهره‌ای که از خمینی ساخته بودند برای نسل‌های بعد فرو ریخت، و در واقع اینها همون داستان اینها و عرصه تاریخ و عرصه این ملت بزرگ همون داستان مگس است تا حضرت سیمرغ. و عبث نیست که یک چنین پیامی عرض کنم که میدهند، و چیزهایی که خمینی گفته است که حقیقتا وقتی اینها رو به لحاظ ادبی ما نگاه بکنیم یا به لحاظ درون مایه، این قطعات بسیار بسیار مضحکی است. و این مرد مردی بود بسیار بسیار قسی القلب و بسیار کینه‌توز، و ورود او به صحنه سیاست ایران هم تحت شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای بوده که عرض کنم که بحث مفصلی رو طلب میکنه. اما این داستان که فرمودید و این خیلی بانمک بود و خیلی جالب بود و نشان میدهد که مردم به کار خود مشغولن و عرض کنم که این قضایا رو واقعا جدی نمیگیرن. آقای موری، آقای مشیری، خمینی از خودش چیزی باقی گذاشته به نام مکتب امام، میراثی باقی گذاشته به نام مکتب امام. بله. این مکتب به نظر شما در اون مایش چیست؟ عرض می شود که مکتب امام، مکتب اگر که تا اونجا که بنده فهمیدم این قضیه رو دنبال بکنیم، آن است که وقتی که تشیع پیدا شده است و موضوع امامت، این بزرگان شیعه و علمای تشیع اینا همواره بر این بودند که اون چه حکومت هست اینها حکومت‌های قصبی است و پادشاهان اینها قاصب حکومت هستند، حاکمیت حق امام زمان است و چون ایشان نیست حق علماست، حق ماست. و این مطالب رو در روزگار مشروطه هم به میان آورده بودند.
و وقتی خمینی آمد به ایران و خود او هم باور نمی کرد که به این سرعت بتواند قدرت مطلق در ایران بشود، عرض می شود که اون چه مد نظر خمینی بود و در اولویت بود نگهداشت این جمهوری اسلامی و عرض کنم که گسترش شریعت اسلام از دیدگاه شیعه بود و عرض می شود که به هر قیمتی که باید و در واقع بیرون کردن اون چه غیر شیعه و غیر اسلامی بود از ایران و تا اونجایی هم که به عرض کنم که بیگانگان مربوط هست مثل آمریکا و دخالت آمریکا و معامله با غرب، اساسا خمینی این قضایا رو قبول نداشت. یعنی وقتی نگاه میکنیم به گذشته و پایان جنگ عراق و اینها، در اونجا آمده است که وقتی که جنگ پایان یافت، همین آقای خامنه ای که امروز رهبر مسلمانان جهان خود رو لقب داده و این آقای رفسنجانی و اینها آمدن که ما برای بازسازی اقتصاد ایران بایستی ما با آمریکا رابطه برقرار کنیم و جذب سرمایه ها بکنیم و چنین و چنان. ناگهان خمینی با یک حرکت همه اینها رو مات کرد و اون فتوایی بود که علیه سلمان رشدی نویسنده هندی تبار انگلیسی داد و عرض کنم که قضایا رو به هم ریخت و رابطه رو به طور کل خراب کرد و نگذاشت که این رابطه برقرار بشود. و لگسی این امام یعنی میراث او دشمنی با مغرب زمین و بیرون کردن غربیان از منطقه خلیج فارس است به هر وسیله که ممکن است و نگهداشت این عرض شود که رژیم، یعنی بین اسلام، بین شریعت اسلام و نگهداشت این رژیم جمهوری اسلامی به وجهی که میشناسیم، خمینی اولویت رو میدهد به رژیم و دستور اکید و صریح دارد که اگر که رژیم به خطر افتاد شما میتوانید شریعت اسلام رو هم زیر پا بگذارید به مصلحت و این رژیم رو نگهداری بکنید، وگرنه در اون مایه فکری بنده ندیدم در عرض کنم که این تفکرات خمینی که ما بگوییم او یک مکتبی داشته. مکتب او همین عرض کنم که کینه توزی و صدور این انقلاب و عرض کنم که دشمنی با عرض شود که کشورهای مغرب زمین و نگه داشتن این جمهوری است، به جهت این که نخستین بار است در تاریخ شیعه که ملایان به قدرت میرسند و عرض کنم که فزون بر هزار سال این آرزوهای هراسناک خود رو اینها به جامعه عمل پوشاندن و بنده نمیشناسم گروهی در تاریخ که تا این اندازه حریص باشن برای نگهداشت قدرت و به هر جنایتی دست بزنن که این قدرت در دست اونها بماند. چیز دیگری بنده ندیدم در اندیشه های خمینی که بگوییم صاحب یک تئوری سیاسی بوده یا یک چیز جدیدی به میان آورده. نه، این مردی بوده از مذهبی و عرض کنم که یک آخوند کلاسیک شیعه که عرض کنم که این نگهداشت قدرت رو برای ملایان و قشر ملایان این در اولویت میدانسته. آقای مشیری، آیا بین شاه اسماعیل صفوی که به حال مروج تشیع در ایران بوده به ضرب شمشیر، بله، و آیت الله خمینی که زنده کننده تشیع در ایران بوده، حالا نمیدونم چه واژه دیگه میشه به کار برد، هیچ تشابهی وجود داره؟ عرض میکنم که شاه اسماعیل صفوی یک رجل بسیار بزرگ سیاسی به حساب میاد و یک رجل عرض کنم یک جنرال بزرگ و کسی که این تبس به تشیع رو به قول بسیاری از مورخین حتی ایدئولوژیکی می دانسته است برای نجات ایران از دو دشمن قوی پنجه شیبانی و عثمانی که نخستین در شمال شرقی ایران حاکم بوده است و دشمنی بسیار بسیار متعصبانه با شیعیان داشتند و عثمانیان، به جهت این که تا روزگار شاه اسماعیل که ما رسیدیم به سال 906 موضوع ناسیونالیسم ایرانی یک سر فراموش شده بود و میبایستی یک ایدئولوژی وجود میداشت که رجال ایران رو، که مردم ایران رو متحد بکند برای اینکه پایداری بکنند در مقابل این دو دشمن قوی پنجه که نظر به خاک ایران داشتن. ما فزون بر
400 جنگ کوچک و بزرگ با عثمانی ها داشتیم در این دوره ها برای نگهداشت ایران. بنابراین برای شاه اسماعیل صفوی تشیع در مرحله نخستین نبوده و این تشیع دستاویزی بوده است برای اینکه تفاوت ها را نشان بدهد با دشمنان بزرگ ایران که عثمانی بود است و اون بازماندگان مغول، و توانست دولتی بزرگ ایجاد بکند این شاه اسماعیل. و هر شود که برای نخستین بار بعد از 1000 سال باز کشوری به نام ایران سر بر کند از خاکستر تاریخ، و این یکی از موارد بسیار بسیار نادر و شگفت‌انگیز کل تاریخ انسان هست که یک کشوری بعد از اضمحلال کلی بعد از 1000 سال دوباره صاحب حدود و ثغور بشود و دوباره نام قدیم او زنده بشود و دوباره امپراتوری داشته. همچنین چیزی دیده نشده. عرض کنم که یا من اطلاعی ندارم، وقتی ما نگاه میکنیم فرض کنیم به تحلیل های ابن خلدون، میگوید وقتی ملتی بزرگ عرض کنم که اسیر از خود فروتر شد، رفته رفته فرزانگی ها و بزرگی های خود رو فراموش میکند و اون جامعه محکوم به اضمحلال هست، نگاه کنید ببینید اثری از ایران نیست. ابن خلدون در حدود قرن 8 این مطلب رو نوشته. ناگهان در قرن 10 میبینیم که نه، خلاف اون چه او تصور میکرد، دوباره مردی پیدا شده است و جنبه های یک مردی بوده است. ابعاد مختلف داشته زندگی شاه اسماعیل. نه تنها این مرد یک جنرال بسیار بسیار لایق بود، عرض شود که و یک رجل سیاستمدار میتوانیم به حساب بیاوریم، که مردی بود اهل ذوق، هنرشناس، و او کسی بود که عرض می شود که بازماندگان مکتب هرات رو که مشهورترینشان استاد بهزاد باشد رو دعوت کرد به تبریز و خود پیاده به پیشواز اون استاد بزرگ کرد و او رو اسوه المذهبین نام کرد و قدوه المصورین، یعنی ذوق هنری هم داشت این مرد، و اشاعه فرهنگ شاهنامه کرد شاه اسماعیل برای اینکه این ناسیونالیسم رو دوباره زنده کند. و حقیقتا مرد نابغه‌ای بوده است این شاه اسماعیل، یعنی ما در میابیم که دستور داد در کتابخانه سلطنتی بزرگترین و زیباترین شاهنامه تاریخ رو در اونجا هنرمندان مدت چندین سال عرض کنم که وجود آوردن، که کتاب امروز خوشبختانه برجاست، منهای چند تصویر که قیچی شد از آن، و آن شاهنامه شاه طهماسبی است. و اساسا این فرهنگ شاهنامه خانی رو او باب کرد و کشور رو دوباره او به سامان آورد و ایران زنده شده همان عصر است و این 7-8 قبیله ترک زبان شجاعت‌های خارق‌العاده از خود بروز دادند و اون که در چالدران گذشت حقیقتا باعث افتخار همه ایرانیان هست که این عرض کنم که مردان سترک با همان ابزار قدیم چگونه در مقابل یک ارتش مدرن ایستادن تا پای جان، و عرض کنم که حتی یک ایرانی به اسارت عثمانی در نیامد. اینها وجوه مختلف شخصیت های شاه اسماعیل بود. و یک جنبه دیگری هم دارد که اون جنبهش به گمان من با خمینی میشود گفت اینها با هم عرض کنم که مشترک هستند، و اون قسی القلب بودن این هر دو تن هست، که عرض کنم میدانیم که شاه اسماعیل دستور قتل مادر خود رو هم صادر کرد و دستور سر او رو بریدن در تبریز، عرض کنم که زنان آبستن رو شکم پاره می کردن و روسیان رو سر می بریدن، و برای این که در اذان بگویند اشهد و ان علی جن ولی الله، بین می گویند بین 5,000 تا 30,000 نفر رو کشتن. و وقتی رفتن گفتن آقا این همه رعیت رو که نمیشه بر کشت، اینها حاضر نیستن بگویند اشهد و ان علی جن ولی الله به جهتی که در سنت اسلام نیست، گفت به جان مولا سوگند یاد می کنم یا به سر پدرم یا همچی چیزی که اگر لازم باشد 200,000 نفر من خواهم کش، چنین رقمی، تا اینکه اینها مطیع و منقاد من بشود. بنابراین اگه بخوایم ما مقایسه‌ای بکنیم و این دو شخصیت تاریخی، میشود گفت این دو تن قسی و قلب بودن. و خمینی مرد فرومایه‌ای بود اساسا در اعداد رجال تاریخی به لحاظ صفات به گمان من در نمیاد. این یک مردی بود زاییده یک شرایط بسیار بیمار در جامعه ایرانی به لحاظ سیاسی، که در این شرایط درست قرار گرفت، و اگر بخواهیم انصاف رو رعایت کنیم بایستی بگوییم که خمینی دارای شجاعت البته بود، و ما نوشته هایی که بر جای مونده که مستندترینشان همین نوشته هایی است که از آیت الله منتظری برجاست و وضعیت حوزه ها رو شرح داده
و اینکه چه میگذشت در این حوزه ها، یک مش آخوند فقیر 6 نفر 7 نفر دست در یک کاسه میکردن. و چون سخن به دینجا رسید میخوام خدمتتون عرض کنم که این مطلب که بله آخوندها آماده حکومت بودند و نمیدونم مساجد وجود داشت، بله مساجد وجود داشت، اما آخوندها عرض کنم تشکیلات سیاسی نبودند، اینها کسی نبودند واقعا، در این حوزه ها می نشستند و اون شرایط خاصی که به وجود آمد در واقع بعد از داستان 28 مرداد 32 عرض کنم بی نیاز از توصیف هست که یک یأس کلی حاکم شد بر جامعه ایرانی و رفته رفته سیاست زدایی شد جامعه، یعنی احزاب سیاسی رو متواری کردن و عرض می شود که یک فضای خاصی به وجود آمد که چیز بر جای نماند. و چون بنیاد سیاسی بر جای نماند و نهادهای مشروطی که پس از دیگری این حضر رفتن، یک خلأ سیاسی به وجود آمد و این مرد که در قم نشسته بود و یک طلبه بود و در اونجا درس فلسفه گویا میداد، که حالا من اعتقاد ندارم ایشون از فلسفه مدرن اطلاعی داشت، همون داستانهای اسکولاستیک که قدیم و اینها، ایستادگی کرد. البته در اون ایستادگی ما ارتجاع رو به نیکی میتوانیم ببینیم، یعنی بعد از اون ماجراهایی که به وجود آمد و اون ریفورمی که دولت قرار شد بکند، وقتی که سخن از فرض کنید که داستان خانواده هست و اصلاحات ارضی هست و موضوع زنان هست و اینها، مرتجعانه اقدام میکند، اما شجاعت از خودش نشان داده. منتظری می نویسد که ما همه ترسیده بودیم و آیت الله شریعت مداری به من گفت برو به این آقای خمینی بگو وضعیت خطرناک هست، شما اندکی آرامتر حرکت کنید. خمینی گفت این آقا ترسیده، تازه وقت کار است، اول کار هست حالا اینها. بنابراین با نبود احزاب سیاسی و عرض می شود که و اون یأسی که حاکم شده بود بر جامعه ایرانی، وقتی این ایستادگی کرد و بعد خود دولت کار وارونه کرد، یعنی این که آمدن این آقا رو گرفتن بردن تهران، دو سه روز نمیدونم چند روز زندان کردن و بعد با احترامات تمام در یک منزل وارد کردن و استیج سیاسی او رو بالا بردن، نه که از نادانی به گمان من. و بعد عرض می شود که ایشون شهرت سیاسی و پرستیژ سیاسی به دست آورد و این ماجرای خلأ سیاسی در کشور ما تداوم یافت در دهه‌های بعد که او رو بیرون کرده بودن از ایران و زمین‌ها کاملا آماده شد. میخوام خدمت شما عرض کنم وقتی ما برمیگردیم به روزگار قاجارها رو نگاه میکنیم، روزگار فتح علی شاه و اینها، که اینها نفوذی پیدا کرده بودن از روزگار صفوی به بعد و این پادشاهان قاجار از اینها بیم داشتن، دست‌های اینها رو باز گذاشته بودن در تاراج مردم و گرفتن اموال و اینجور چیزها و نفوذ در کار دولت و غیره و اینها. و بعد وقتی به روزگار ناصرالدین شاه میرسیم، همه این پادشاهان قاجاری از حکومت ملا و نفوذ آخوند وحشت داشتن. یکی از عللی که ناصرالدین شاه سید جمال رو دعوت میکند به ایران، سید جمال اسدآبادی، آن است که به جهت اینکه مرد بزرگی بود و نفوذ بسیاری داشت و شهرت بسیار در جهان اسلام داشت، میخواست با در اختیار داشتن او دربار در حقیقت یک برجی مقابل بارو داشته باشد، یعنی به آخوندهای نافذ الکلام و مقتدر بفهماند که ما یک کسی در اختیار ما که از شما بهتر است. مقصود این که نه آخوند رو به حکومت مشروع میدیدن و نه دوست میداشتن کسان ایرانیان که آخوندها حاکم بشوند، چون از ارتجاع ملا داستان‌ها شنیده بودند. یک داستانی نقل شده است در تاریخ، عزادالملک در خدمت مظفرالدین شاه بوده، محمد علی شاه عذر می‌خوام، و یک کسی وارد می‌شود که از مشاهید که بنده نامش رو فراموش کردم، میگوید اگر چنین بشود قدرت ملایان زیاد می‌شود. بعد محمد علی شاه نگاه می‌کند به عزادالملک، عزادالملک میگوید درست عرض می‌کند، صحیح عرض می‌کند. بعد دستور میده پس این کار رو نکنید، یعنی کاری که سبب قدرت رسیدن ملایان میشود. و بعد در روزگار مشروطه هست که دیدیم چگونه مردم بیدار ایران آخوندها رو عقب نشاندن و مشروع خواهان شکست خوردن و بزرگترین مجتهدان عصر که همان نوری باشد رو به دار آویختن و هیچ اتفاق نیفتاد. و در دوره های بعد باز که یک شخصیت بسیار مشهوری مثل کاشانی بروز و ظهور کرد که سوابقش از خمینی هم بسیار درخشانتر بود، دانش او هم در همین داستانهای آخوندی خودشان که در آیت و روایت میگویند بسیار بسیار بالاتر از خمینی بود، باز مردم آخوند رو به حکومت مشروع نمیدانستند. با وجود رجال سیاسی در اون عصر
که مشهورترینش مرحوم دکتر مصدق بود، کسی گمان نمی برد، اساسا این از ذهن کسی نمی گذشت که این امکان هم هست که کاشانی مثلا کاندیدا بشه برای نخست وزیری ایران. یعنی جامعه ایرانی آخوند رو به حکومت و قدرت مشروع نمی دید. تا می رسیم به همین روزگار عرض کنم که ماجرای 32 و از میان بردن و تضعیف نیروهای سیاسی مملکت و نهادهای مشروطه و اون خلایی که ایجاد شد، و بعد از اینجاست که از چند نیرو به کمک هم آمدن، یکی همین شخصیت شخص خمینی، نه دیگر آخوندها، شخص خمینی با اون ابراز شجاعتی که کرد عرض می شود که از خود قوت و قدرت نشان داد، و از سوی دیگر چون بقیه مکاتب با شکست روبرو شده بودند، چپ بیابرو شده بود و جنبش های ملی به جای نرسیده بود و منفذ دیگری هم نبود، این اسلام گرایی که عرض کنم که مرحوم آل احمد اون پناهنده شد و علی شریعتی و اینها در حوزه دانشگاه ها رفته رفته ریشه یافت، چون آلترناتیو دیگری نبود. بنابراین چون نیک بنگریم، شرایط بسیار نابسامان سیاسی تاریخ کانالیزه کرد این کشور رو و سیاست این کشور رو به وجهی که امروز میبینیم. بنابراین این آقای شریعتی، حالا آل احمد اشاراتی کرده، اما شریعتی یک ایدئولوگ بود که عرض میشود که موضوع قرآن و سیاست اسلام رو در سطح دانشگاه ها مطرح کرد، و شخص خمینی رفته رفته از این جنبش که برپای شده بود به عنوان رهبر سر بر کرد به وجهی که دیدیم، و این فاجعه بر ایران رفت. این است که شرایط خیلی خیلی بایستی ما دقت کنیم وقتی در این باب صحبت میکنیم، زمینه‌های مختلف رو بایستی در نظر بگیریم. گمان نکنیم که حالا دو تا انگلیسی نمیدونم خمینی رو آوردند و نمیدونم رو صحبت‌های بچگانه به درد ما نمیخورد. بایستی زمینه‌ها رو عمیقاً بررسی بکنیم، شرایط تاریخی و نیروهایی که بر جامعه ایران حاکم بودن نگاه بکنیم، اونگاه در میابیم که چگونه میشود که بعد از هزار سال که آخوندها در رویاهای هراسناک خود سودای حکومت میپروراندن، چگونه در این شرایط به خصوص توانستن حکومت رو به دست بگیرن. میخوام این رو عرض بکنم، اگر قرار میبود که آخوندها به حکومت برسن، میبایستی 500 سال پیش، 600 سال پیش، نمیدونم 700 سال پیش به حکومت برسن، اما نرسیدن به جهت اینکه در کشور ما آلترناتیو ها بودن، رجال بزرگ سیاسی بودن، رؤسای قبایل بودن، مردان دلیر و سرداران شمشیر زن در ایران زمین همیشه بودن. در روزگار نادرشاه ما نگاه کنیم، ما یک نادر رو میشناسیم به جهت اینکه او بزرگترین بوده یا مشهورترین، اما در کران نادر ما رجال بسیار بزرگ و شاخص میشناسیم، مثل محمد خان بلوچ یا کریم خان زند که البته اندکی جوانتر بود و اینها. ایران هرگز از رجال تهی نبود و اینها میدان به آخوند و ملا برای حکومت نمیدادند. اما در روزگاری که خمینی رسید، در حقیقت هم زمینه‌ای که مشروطه به وجود آورده بود، یعنی فرایند انتخابات و مجلس خشک شده بود برای تولید رجال سیاسی، هم زمینه ها قبیله‌ای که تولید رجال میکرد اون هم خشک شده بود به واسطه همون سیاست ها و اصلاحات ارضی ها و سرکوب ها و اینها. بنابراین چیز دیگری نبود، یعنی اون چنان خلأ سیاسی در کشور بود که عرض کنم که شما وقتی یک محفظه ای رو، یک نمیدونم بطری رو، یک ظرفی رو شما کاملا هواش خالی بکنید، به معنی که یک منفذ ایجاد کنید، اون چه در اطراف اون هست به درون اون کشیده می شود به واسطه همین عرض کنم خلایی که هست. بنابراین یک این همه این شرایط با هم جمع شد و عرض کنم که این آقا آمد و کرد اون چه کرد. آقای مشیری، آقای مشیری، هنگامی که بحث می کردید درباره شاه اسماعیل و خمینی، من به این نتیجه رسیدم که در یک جایی این دو کاملا در تضاد به سر می بردن، با اینکه هر دوشون شیعه بودن. بله. و شاه اسماعیل صفوی می کوشید که ناسیونالیسم ایرانی رو زنده کنه، ولی خمینی به عکس دنبال امت اسلام بود. درود بر شما، دقیقاً همین. و چیزی جدی نمی گفت، روز اولم فقط همینه می گفت. بله بله، حتی چیز می گوید که هر شبت که همین آقای منتظری میگوید که وقتی خمینی آمد ما هرگاه صحبت ایران میکردیم بر نمیتافت و میگفت صحبت ایران و وطن نکنید، که این ما بایستی که جهان را اسلامی بکنیم و خودش رو بزرگتر از اونچه بود تصور میکرد. و اون عرض کنم سوال مشهور مرحوم پیتر جنینگز، خبرنگار کانادایی الاصل، کانادایی بهتر است بگویم که
آقای خمینی بعد از 15 سال که به ایران برمیگردید چه حسی دارید؟ گفت هیچ. چی که خمینی گفت بسیار عبرت آموز بود، اما کسی توجه نکرد و اینها دشمنان و شاه اسماعیل. میخوام خدمتتون عرض کنم که در یک نوشته خواندم که وقتی که شاه اسماعیل با سران قبایل نشست، مثل خان محمد استشلو و دیگر بزرگان اون چند قبیله ترک زبان که اینها واقعا دلیران روزگار بودند، اینها میگوید که من میخواهم که این عرض کنم که مرزهای ایران به روزگار به وسط ساسانیان برسد، اگر نه به روز به اندازه روزگار مثلا هخامنشی، یک چیزی از این قبیل. یعنی که توجه به تاریخ و اساطیر ملی داشت و دلبستگی تام شاه اسماعیل صفوی داشته است به اساطیر قومی و ملی ایرانیان، تا اونجایی که یک شاهنامه به زبان ترکی سروده، چون شاه اسماعیل شاعر هم بود، خطایی تخلص میکرد و چون سربازان او بیشتر ترک زبان بودند، این شاهنامه‌ای که شاه اسماعیل سروده بود در موقع تمرین‌های نظامی می‌خواندن با صدای بلند، که عرض کنم که سبب در حقیقت تحریک حس شجاعت و غیرت سربازان می‌شود. از این دیدگاه 180 درجه این دو با هم تفاوت دارن و اساساً من خمینی رو صاحب اون لیاقت نمی‌بینم که بخوایم ما حقیقتاً یک برابری داشته باشیم یا یک مقایسه بکنیم بین او و شاه اسماعیل. در واقع شاه اسماعیل اون چه نبود، کشوری که نبود، به قوت شمشیر و درایت و اینها ساخت و دوباره زنده کرد. عرض کنم که خمینی از سبب یک کشور آماده و مردمی ترس زده و تسلیم و غیر مسلح تحویل گرفت و به یک خرابه تبدیل کرد. این است که عرض سبب که اگر ما بخوایم رجال تاریخ رو به لحاظ استعدادها و عملکردهاشون نادرجه بندی کنیم، در دفتر من اگر شاه اسماعیل 90 بگیره، خمینی به زحمت 10 بگیره. آقای بشیری، یه سوال به آن این است که آیا در زمان شاه اسماعیل واژه ایران به عنوان نام یک سرزمینی که ما می‌شناسیم وجود داشته، یعنی مصطلح بوده یا نه، و در زمان صفویه اصولا نام کشور ایران چه بوده؟ بله قربان، بله، از همون ابتدای که شاه اسماعیل آمد و عرض میکنم که این قوانین و ملوک توایف رو سرکوب کرد، به نام ایران سفارتخانه ها باز شد و عرض شود که شاه عباس کبیر بر این بود که ما سیاست کشور ایران رو از مردم ایران پنهان نمی کنیم و به قولی که اون نویسنده بسیار معروف ایتالیایی دلاباره اگه اشتباه نکنم نوشته است، میگوید که وقتی یک سفیر به خدمت شاه عباس کبیر میرسید، در همین میدان شاه اصفهان که میدان خمینی کردن و این باعث ننگ و توهین به اون مرد بزرگ یعنی شاه عباس کبیر هست، میستاد و با صدای بلند سیاست ایران رو میگفت که مردم هم بشنوند که پادشاه ایران چه میگوید. یعنی این نام ایران از همون ابتدایی که صفویان آمدن بر این مملکت بود و عرض میشود که بعد سفارت ایران، پادشاه ایران و بله لشکر ایران، سپاه ایران، اینها همه از همون روزگار دوباره زنده شد. در واقع بعض دوستان، البته من تعجب میکنم واقعا که عرض کنم که بعض اوقات میگن هرگز این کشور نام ایران نداشته و اینها، و من خیلی متاسفم واقعا بابت این داستان که چنین گفته میشود. بعض اوقات در شاهنامه فردوسی بیشتر از 800 بار نام ایران رفته و کشور ایران زمین که ابن خلدون از اون نام میبرد به وضوح میگوید ایران. و بعد هم که شاه اسماعیل آمد از همون سال 1906 که عرض کنم که آغاز حکومت صفویان هست، ایران نام سرزمین ما بوده و ادامه یافته است. آقای ماهی، در زمان ساسانیان هم من یه جای خوندم که نام ایران وجود داشته، ایران به عنوان سرزمین کنونی. بله. نمیدونم در زمان هخامنشی به ما چی میگفتن، ایرانو چه مینامیدن، بازم ایران بوده یا نه؟ عرض میشود که خب ایران در حقیقت یعنی محل مردمان شریف و عرض شود که واژه پهلوی رفته رفته تبدیل شده از همین ایران و از زمانی شده است که این سرعموهای ما که هندوها باشن از ما جدا شدن و اجداد ما به حدود 1500 سال قبل از میلاد وارد این سرزمین شدن
و اگر خطا نکنم ایران ویژه میگفتن، یعنی سرزمین مردمان شریف، و این نام ایران از اونجا ساخته شده و پرداخته شده و رفته رفته عرض کنم که آمده است تا به امروز. البته حالا چون سخن به اینجا رسید بایستی عرض کنم که وقتی که فردوسی مطالب رو نقل می کند، مثلا فرض فرمایید که شمال ایران که ما مازندران می شناسیم رو ایران به حساب نمی آورد، یا هر شبت که بخش های جنوبی ایران مثل سیستان که محل رستم هست اونجا ایران به حساب نمیاد در داستان های ملی، و بیشتر بخش خراسان عرض می شود که هست که اونجا شاه ایران در اونجا نشسته. این در از بطه اساطیر به قول معروف حماسه های ملی است که به این وجه می گوید، چون وقتی که در داستان ما نگاه میکنیم در داستان فرق رستم و سهراب، وقتی رستم آمده به خدمت کاووس و کاووس برای خشم گرفته و می فرماید که برون شد به خشم اندر آمد برخش، منم گفت شیروژن تاج بخش، چو خشم آورم شاه کاووس کیست، چرا دست یازد به من توس کیست. خرد را در این کار شما هر یکی چاره جان کنید، خرد را در این کار فرمان کنید. و بعد میگوید که به ایران نبینید این پس مرا، شما را زمین پر کرکس مرا، یعنی که میگوید که من در ایران نخواهم ماند، که مقصود همین عرض کنم بخش های خراسان، خراسان بوده و بلخ، و عرض میشود که این منطقه خراسان بزرگ که میگوید من در اینجا نمیمانم در ایران و بر میگردم به سیستان. این از نظر تقسیماتی است که اسطوره های قدیم کردن. آقای موشی، آقای موشی یه چند دقیقه وقت داریم، دو تا پیام الان بر من آوردن خانم جال خانوم از شنوندگان. یکی سوال، شما اگه مایل بودید یا به حال حاضر و ذهن بفرمید جواب بدید. یکی اینکه شریعتی آیا سید قطب شیعیان است، همانطور که سید قطب برای سنی ها رهبر بوده است؟ دیگری سوال نیست، اظهار نظره. بله. میگوید شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل همان کاری را انجام داد که آقای خمینی انجام داد. نمیدونم منظورشون چی بوده. خب عین جمله رو من خوندم. یه مطلبی هم میخوام خدمتتون عرض کنم در باب هفته گذشته. شما از بنده سوال فرمودید که آیا شکست ما در قادسیه آیا گناهش برگردن ماست، یعنی ضعف ما بوده است یا قوت اعراب، و بنده در اون باب توضیح دادم. یعنی ما باید توجه داشته باشیم، چون هموطن محترمی زنگ زده بودن که آقا 600 سال این عربا به ما ظلم کردن اینها. عرض کردم خدمتشون که بله دوست محترم، بنده هم بیانگر همین معانی هستم، اما یک سوال دقیق، یک پاسخ دقیق رو طلب می‌کند. صحبت ما صرفاً در جبهه قادسیه بود و شکست بزرگ ایران، که چرا ما در اونجا شکست خوردیم، این که حالا اعراب چه کردن در ایران، این ربطی نه به اون سوال داشت و نمیتوانست ربطی به جوابش داشته باشه. این است که دوست بسیار محترم و عرض میکنم که بزرگواری که شنونده برنامه هست و برای بنده پیغام گذاشته بودن، چون فرصت نشد خدمتشون زنگ بزنم، خواستم به این وسیله جوابی داده باشم. اما در باب این مطلب شیخ حیدر که فرمودید به درستی تشخیص دادید، اظهار نظر فرموده بودن ایشان، اساسا ما بحث شیخ حیدر نداشتیم در این سلطان. اصولا این حرفش درسته، حرف این شنونده؟ بله، نمیدونم که مقصودش کدام عمل سلطان حیدر هست که خمینی کرده و اون همون کار رو کرده، از من بسیار مبهم نوشتن بنده. سوال اولم این بود که شریعتی آیا سید قطب شیعیان است؟ نه، چنین چیزی نیست. حالا این سید قطب هر معنی که بدهد، نه به هیچ وجه چنین چیزی نیست. شریعتی مردی بود از ایدئولوگ، یک کسی بود که به مغرب رفته بود، یه چیزهایی هم آموخته بود و آمده بود و عرض کنم که این مطالب رو به هم التقاطی کرده بود و راهی رو که نشان میداد چاره جز همین حکومت جمهوری اسلام و اسلامی نداشت. درد دین داشته شریعتی. در واقع عرض شود که دوره شریعتی هم گذشته و مغالطات او و نتیجه کار او هم معلوم شده. بنده هرگز نمیگویم که شریعتی مرد بدی بوده، حتما شریعتی مرد شریفی بوده، حتما و قطعا کسی بوده است که عرض کنم که عدالت خواه بوده، اما متاسفانه
وقتی ما در کارهاش نظر میکنیم، بنده به نوبه خودم که در کتابها نگاه کردم مغالطه کارتر از شریعتی یا ندیدم یا کم دیدم. یعنی شما وقتی این تئوری های او رو زیر ذره بین استدلال های عقلی میگذارید و اینها در میابید که این مرد با لغلغه زبان و عواطف و احساسات، با عرض کنم که ذهنیت جوانان ناگاه بازی میکرده و عرض میشود که کارهاش به لحاظ عقلی و به لحاظ تاریخی بسیار خطا و مغالطه آمیز هست و عرض کنم که روزگار شریعتی هم گذشته و کهنه شده و عرض کنم گمان نمی کنم شریعتی مثلا در آینده هم پیروان داشته باشد یا کسی باشد کارهاش که اساسا به صورت کارهای کلاسیکی بماند که آیندگان بخوانند و سود ببرند. چون این چیزی نیست، مرد ایدئولوگ بوده است در یک مقطعی که اون شرایطی که عرض کردن بر جامعه حاکم بوده و ایشان با میان انداختن تشیع و امامت و اینجور داستانها راهی میجسته، عرض میکنم که راهی هم که انتخاب میکند و طریقی هم که پیشنهاد میکند بسیار خطا و پر از مغالطه های تاریخی است متاسفانه، و گمان نمیکنم که شریعتی شخصیتی مندگار باشد در تاریخ. خانم شیری، شما بد نیستش که یک رساله یا کتابی در باب این مغالطاتش بنویسید؟ قربان، اتفاقا همین کار رو دارم میکنم. یک چپتر از این کتاب ناچیزی که بنده مشغول نوشتنش هستم همین کارهای از کنم که آقای دکتر شریعتی مرحوم هست، بخش اعظم آثارش رو بنده دارم و خوندم و اینها رو زیرنویسی کردم که اینها رو یعنی کدام سخن با کدام مغالطه عرض کنم که همخوانی دارد و این مغالطات رو حتما خواهم نوشت. آقای شریعتی هنوز هم اینجا و اونجا میبینیم که بعضی کسان هستن که تحت تاثیر عواطف و احساسات و زبان شریعتی هستن، اینها حتما این کار رو خواهم کرد و عرض کنم که وقتی به پایان رسید حتما به عرض شما هم خواهم رسون. آقای مشیری، خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای مشیری عزیز و خسته نباشین. شب و روز شما خوش تا هفته آینده. روز بر شما، شب و روز شما بخیر. شنوندگان گرامی توجه کنید به پیام های ما.